احتمال قول آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان، ولی سرنوشت زندانیان گروه طالب متهم به ترور و نقشه های بمبگذاری و انتحاری چی می شود؟ حکومت در 18 سال گذشته تعداد بیشماری از طالبان را به جرم های مختلف زندانی کرد که علاوه بر آن از این زندانیان در سلول های بگرام و گوانتانامو هم است. طالبان در پیش شرط های صلح آزادی این زندانیان را درشت کردند، اما حکومت افغانستان برای رهایی آنان قید و شرط گذاشته است. مسئله رهایی زندانیان بدون قید و شرط اصلا تا به حال مطرح نیست و حکومت افغانستان قرار نیست که زندانیان طالبان را بدون قید و شرط یا بدون کدام اصول رها بکنه. در جنگ نامعلوم گذشته از هر دو جبهه شماری از مخالفانشان را در بند کردند. حکومت افغانستان به گونه کم پیشینه و به حسن نیت شماری از این زندانی ها را در جریان مذاکرات صلح آمریکا با طالبان آزاد کرد. در آن زمان این رهایی سمت و سوهای گوناگون به خودش گرفت تا مرز پیکارهای انتخاباتی هم تلقی شد. قبل از اشرف خانی به بهانه حسن نیت یا بهانه جرگه 900 نفر علاقت قبل از یک تعداد دیگر علاقت از حزب اسلامی را رها کرد، هرگز به وجیب صلح نشدند. رهایی بدون قید شرط تروریست‌ها به معنی ادامه جنگ است نه صلح. طالبان هنوز رو در رو با حکومت برای مذاکره ننشسته است، اما در معامله صلح بیانه می‌خواهند. بیانه ظاهرا سنگین، رهایی زندانی‌هایشان آن هم بدون قید و شرط. زمان نرسیده به دلیل از اینکه تا به اکنون مذاکرات بین الافغانی آغاز نشده. وقتی که اونا اگر محبوسین در زندانهای افغانستان باشن، این شامل صلاحیت جانب افغانی میشه. هرچند راه برای مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت باز شده است، اما این گفتگوها تا کنون چهره رسمی به خودش نگرفته و هر دو سوی قضیه هم برای آمدن آشتی پیش شرط هایی دارن که از این پیش شرط ها تا حالا چیز رو نشده.